سلام علیکم، من اسمم عباس کریمی ریزیه، دانشجو دکترای علوم کامپیوتر دانشگاه آلتو، لیسانس فوق لیسانس هم فیزیک بوده، فیزیک سیستم های پیچیده. کاری که میکنم این روزا بیشتر مربوط میشه به مدل سازی پخش بیماری ها و روش های کنترلشون. امروز میخوام راجع به سیستم های پیچیده حرف بزنم، ولی این کار رو قبلا چند بار کردم. میتونید یک بخش زیادی از تلاش من برای توضیح سیستم های پیچیده و شبکه ها رو توی این وبسایت ببینید یا جزئیات بیشتر رو توی پست هایی که نوشتم. امروز قصدم اینه که راجع به چیزایی حرف بزنم که به نظرم جای این هست که یه ذره دقیق تر بهشون بپردازیم، چون مردم معمولا اشتباه میگیرنشون. برای همین خواهم یه سری مثال بزنم و طی این مثال ها دونه دونه سعی کنم یک چیزایی رو کمی روشن‌تر کنم. با یه مثال شروع میکنم که مثال خیلی مورد علاقه خودمه و اون ساعت مکانیکی. ساعت مکانیکی یک ویژگی خیلی مشخصی داره و اون اینه که باتری نداره. یا با حرکت دست شما، با نوسان های دست شما، این ساعت شارژ میشه و به شما زمان رو با دقت خوبی اعلام میکنه. اگر کسایی تا حالا از این ساعت ها استفاده کرده باشن میدونن که خیلی لذت بخشیه، اینکه شما احساس میکنید که بدون نیاز به یک منبع مثلا باتری چیزی دارید این از این وسیله استفاده میکنید جالب. از اون طرف در اینکه کلا ساعت ها خصوصا ساعت های موچی یک سری وسیله هستن که جزئیات فنی زیادی دارن و خیلی ظریفن، یعنی یک مجموعه دارید که یک عالم چیز با اندازه های مختلف و شکل های عجیب و غریب توی یک فضای خیلی محدودی جمع شده و داره یک هدفی رو دنبال میکنه، هدف نشون دادن زمان. این چیزا مهمه، این که مجموعه زیادی از جزئیات با ظرافت خاصی در یک محفظه خاصی مقید شده و یک هدفی رو روی دنبال میکنه، این خیلی چیز جالب. و همین خاطر ساعت موچی یک مورد خیلی جالب برای فکر کردن بهشه. نگاه تقریبا میشه بگی جریان اصلی علم در 300 سال گذشته حدودا این شکلی بوده که خب اگر یه سیستمی مثل ساعت موچی بخواید درک کنید که اینجا چجوری کار میکنه، عملکردش رو متوجه بشید، کافیه بدونید از چه اجزایی ساخته شده، ارتباط اجزا با هم سعی کنید بفهمید، اون موقع تمومه. یعنی بگید که خب این قطعه مثلا کنار این قطعه است، این قطعه در کنار این قطعه است، پس جمع رفتار تک تک قطعات به شما درک کلی از اون سامان یا سیستم به اصطلاح هم بهش میگن تقلیل گرایی، فروکاست گرایی یا ریداکشنیزم. این خیلی نگاه مهمیه تو اینکه شما وقتی میخواید یک چیزی رو درک کنید باید جزئیاتش رو اول درک کنید. یک مثال دیگه بزنم، ما یک سری سامانه ها رو توی درس های مقدماتی فیزیک هم یاد گرفتیم، مثل آونگ، مثل سیستم جرم و فنر یا مثلا حرکت پرتابی، و همه هم میدونیم که اینا سامانه های ساده ای هستند. این سامانه چیه؟ هر چیزی که ما به عنوان یک فیزیکدان به عنوان مثال بهش نگاه میکنیم و اونو از دنیای دورورش جدا میکنیم و میخواییم دفتر رو حل کنیم بهش میگیم سامانه. حالا اینکه ساده یا ساده نیست و چی تعیین میکنه؟ تلاش ما و مقدار محاسبات لازم مثلا برای درک. مثلا این سامانه هایی که ما همش رو توی درس مقدماتی میبینیم خاطر اون ساده دیگه که توی درس مقدماتی میبینیم درس پیش رفته بود. حالا این آونگ ساده از لحاظ فنی، از لحاظ ریاضیاتی یک توصیفی داره. حتی اگر شما درس ریاضی و فیزیک تا حالا نداشته باشید، هم اگر به صفحه ویکی‌پدیا آونگ ساده رو باز کنید، می‌بینید که خیلی ساده با دو تا سه تا خط معادله ریاضی جواب به دست میاد. یعنی شما میگه که این زاویه داره چه جوری تغییر میکنه یا دوره تناوب برای این سیستم چه شکلی اندازه‌گیری میشه. مثلا بهتون میگه که اگر این آونگ طول این میله مثلا L باشه، دوره تناوب با این فرمول به دست میاد. خیلی ساده، خیلی ابتدایی و تقریبا هم درک خوبی ما میده. فقط یه چیز اینجا وجود داره، اینه که باید حواسمون باشه که داریم راجع به چی حرف میزنیم. داریم راجع به یک موجود انتزاعی حرف میزنیم الان. چرا؟ چون که داریم میگیم این آونگه یه حالت صفری داره، یعنی مثل میله است، مثل نخ نیست که بتونه کش بیاد یا کج بشه، یک چیز صلبیه که هیچ جرمی نداره و در انتهای این هم یک جرم نقطه‌ای به
اندازه مثلا ام کیلوگرم نشسته و این زاویه نوسان هم همیشه زیر 6 درجه است. این معنیش اینه که به خاطر این تقریب شما میتونید همیشه سینوس زاویه رو با خود اون زاویه توی مقیاس رادیان تقریب بزنید. برای همین معادلات به این طرز تمیزی انجام میشه. واسه همین این سیستم ساده است. حواستون باشه که اگر این تقریب برقرار نباشه یک کمی سیستم درد سر ساز میشه. مثلا اگر فرض کنید که اجازه دیم که آونگ دامنه های بلندتری رو طی کنه، اون موقع میبینیم که دوره تناوب به جایی که فقط این ترم دو پی ضرب در رادیکال ال به روی جیو داشته باشه، یک عالم جمله های دیگه هم اینجا داره. مثلا میبینید که این سیستم انگار سخت‌تر شد، دشوار شد، بقرنج شد، یا اصلا هم کامپلیکیتد شد نسبت به قبل. معیار ما چیه؟ معیار ما اینه که از لحاظ محاسبات ریاضی کارمون سخت‌تر میشه. واسه همین احتمالاً ابتدایی ترین و خاص‌ترین حالت‌ها رو میشه بگی ساده و بقیه سیستم‌ها رو میشه بگی بقرنج. ولی کماکان این سیستم سری ویژگی‌های جالبی داره. مثلا شما کماکان دور تناوب دارید. این به شما میگه که سیستمتون متناوبه. یعنی رفتارش میدونید که از اینجا تا اینجا هیچ اتفاق عجیب غریبی نمیفته، فقط از سخت‌تر حساب کردنش و مشاهداتتون هم میتونه بهتون اتفاقاتی رو بگه که با کیس ساده زیاد فرقی نداره. اما میشه اینو یه ذره بخرنجترش هم شاید کرد و اون این شکلیه که شما میاید انتهای اون آونگ دونه دیگه آونگ میبند، میبینی آونگ دوگانه، آونگ دوتایی. اینجا یه تفاوت جدی وجود داره و اون اینه که اگر من یه آونگ یک تکی داشته باشم بذارمش توی نقطه ای و رهاش کنم، من همیشه میدونم که کجا میره کجا میاد، خیلی راحت میتونم بگم. وقتی دو تا آونگ میشه بازم میتونم دقیق بگم کجا میره کجا میاد، اما اگر اون لحظه اول که دارم اینو رها میکنم هر بار یک کمی خطا داشته باشم، اون موقع این شکلی نیست که بگم خب یک کمی خطا دارم و همین وقتی دارم مسیر تحول این سیستم رو میدونم هم با یک کمی خطا داره توصیف میشه. یه اتفاقی میفته و اینکه اگر یک خطای اولیه اون موقع رها کردن وجود داشته باشه، این خطا به صورت نمایی رشد میکنه و پیش بینی پذیری سیستم رو یک کمی دست میزنه. منظور از پیش بینی پذیری رو دست زدن اینه که یعنی من میتونم دقیق بگم که این سرشتش چیه، میتونم به طور ریاضیاتی نشون بدم که کجا میره، چون این سیستم سلاحاً تعینی پذیر دیترمینیستیکه، دقیق میشه گفت کجا میره. اما از لحاظ تجربی و در عمل چون اون خطای ابتدایی توی اندازه از یه جای به بعد خیلی زیاد شده چون نمای روش کرده، اون چیزی که من به عنوان پیشبینی دارم معرفی میکنم بعد از مثلا یک زمان خاصی، اینقدر خطای زیاده که دیگه چندان پیشبینی به درد بخوری نیست. این دقیقا رفتاریه که سیستم های آشوبناک دارن. به شدت به شرایط اولیه بستگی دارن و یک خطای ابتدایی میتونه به شدت بزرگ بشه و پیشبینی ها بعد از زمانی از بین ببره. برای همینه که یه چیزی مثل آب و هوا که اونم یه سیستم آشوبناکه، فرق نداره شما از چه سایتی نگاه کنید. هیچ سایتی بیشتر از مثلا 10 روز نمیتونه به شما دقیق بگه که چه اتفاقی میفته، چون اینقدر خطا از یه جای زیاد میشه که مثلا از یه زمانی به بعد اصلا اون پیش بینی قابل اعتماد نیست. اما باید حواسمون باشه. چرا؟ چون سامانه های آشوبناک یک عبارت ریاضیاتیه، کیاس یک عبارت دقیق ریاضیه، تعریف ریاضی داره، مثل ساده و بغرنج نیست، تعریف خیلی مشخص ریاضی داره. به عنوان مثال این معادله قرار نیست شما رو بترسونه. اینا برای اینه که به شما بگه که اگر یه سامانه به این سادگی داشته باشید، یعنی یه گوی به جرم ام 1 که خیلی نقطه ایه، یکی دیگه ام 2 و اینا با هم یه فاصله دارن، اون فاصله هم جرم نداره و این حرفا، مثلا صحبتی کردم. اما معادلات ریاضی اینا که بنویسید، ببینید 4 تا معادله دیفرانسیل مثلا برای توصیف این سیستم، 4 تا مدل دیفرانسیل غیر خطی جفت شده دارید. به همین خاطری که این جور سامانه ها از لحاظ ریاضیاتی این ویژگی آشوب داره، یعنی داشت این یکی از شرط های تعداد فضا پارامتر هاتون توی فضای فاز
سه تا بیشتره، بعد غیر خطی هم به هم جفت شدن، واسه همین شما خیلی راحت میتونید آشوب داشته باشید. این آشوب خیلی مبحث عجیب غریبیه، چون کلمه خیلی پر از چی بگم، کلمه که میتونه خیلی راحت اشتباه ایجاد کنه و مردم به شدت راجبش وقتی غیر متخصصان فکر میکنن حرف میزنن، معمولا حتی اگرم اشتباه نگن چیزی رو اینقدر بد میگنش که آدما برداشت های بدی میکنن. به عنوان مثال من یه ویدیویی دیدم از بی پلاس که در تلاش این بود که یک چیزی که قبلا گفته بودن اصلاح کنم، ویدیو خوبی بود ولی این ویدیو هنوز جای این داشت که درست راجع به مفهوم آشوب و این چیزا حرف بزنم. من یکم راجع به این چند تا توییت کردم و بعدم یه ویدیو اشاره کردم که این ویدیو خیلی بهتره اگه کسی میخواد ببینه، برای اینکه اگر شما چیزی که فنیه رو زیادی ساده کنید اون موقع مردم دچار خطا میشن، خصوصا این چیزی مثل آشوب که توی حوزه های علوم انسانی هست، توی علوم طبیعی هست و چیزی که من دارم بهش میگم آشوب و چیزی که اینجاها مردم دارم صحبت کنم دقیقاً یک تعریف ریاضی داره. چیزهایی که تعریف ریاضی داره ما باید راجعشون خیلی دقیق باشیم. خیلی خب، بگذاریم از این مسئله، برگردیم سر این ایده تقلیل گرایی. پس قرار شد اگر من یک سامانه رو دوست دارم بشناسم باید اجزایش رو بشناسم و با رسیدن به درک تک تک اجزا میتونم یک جمعی حاصل کنم و سیستم رو بشناسم. مثلا اگر من قرار باشه یک ظرفی که متشکل از ذرات گاز رو بشناسم، باید رفتار تک تک مولکول های گاز رو بشناسم تا اون رو درک کنم. و الان دیدیم که خیلی ساده سیستم ها میتونند آشوبناک بشن. اما یک نکته مهمی وجود داره. نکته مهم اینه که یک ظرفی که پر از گازه رو در نظر بگیرید، این ظرف میتونه چند مول گاز داشته باشه، یعنی تعداد ذرات از مرتبه 10^23 یک تعداد زیادی ذره داریم، خب که برای توصیف اونها طبق چارچوب مکانیک کلاسیک برای هر ذره یه دونه سرعت داریم، یه دونه مکان، و ما با دنبال کردن معادله حاکم بر این دوتا میتونیم درک جز به جز سیستم رو داشته باشیم. مثل همون کاری که راجع به آونگ میکردیم دیگه، یعنی دقیقا ما این کار رو اینجا داشتیم میکرد. ما یه دونه ایکس داریم، یه دونه پی داریم برای هر کدوم از این ذره ها. خب برای همین اینجا هم همین اتفاق میفته. یک مثال ساده، گاز ایدئاله. گاز ایدئاله شما اگر نگاه کنید بهش، یک عالم ذره دارید که اینا بدون برهم کنش هم، بدون برهم کنش بودن، یعنی ایده اینه که این ذرات وقتی به هم میرسن به هم بخورن از هم رد میشن، چون اصلا هم دیگه رو احساس نمیکنن چون برهم کنشی وجود نداره. این یه فرض خیلی ساده ایه، ولی با همین فرض خیلی ساده شما میتونید که در نهایت در بزرگ مقیاس یه رابطه ترمودینامیکی داشته باشید بین فشار این ظرف، حجمش و دمایی که این ظرف در همسایگیش هست، مثلا دمای اون اتاقی که این ظرف ما گذاشتیم توش. نکته خیلی مهم اینه که ما توی این روش به جای اینکه بیایم راجع به این 10^23 تا ذره صحبت کنیم و بخوایم یه عالم معادله دیفرانسیل بنویسیم، انگار یه کاری کردیم که فقط با سه تا پارامتر بزرگ مقیاس که این سه تا هم با هم با این رابطه که اصطلاحاً بهش میگن معادله حالت مقید شدن توصیف شده. خیلی عجیبه، یعنی ما به جای یک فضای به این بزرگی اومدیم این کارو کردیم. و این هم فقط به خاطر این نیست که مسئله بدون برهم کنشه، یعنی ذرات ما رد میشه. این شما میتونید به این فکر کنید، بگید که خب من 10^23 معادله دارم و چون اینو بدون برهم کنشه هر 10^23 ذره معادلاتشون شبیه همه، من برای یکی که حل کنم میتونم اون تعمیم بدم به همه. ولی اینجا نکته مهمی وجود داره، من نخواستم این کارو کنم، من خواستم بیام اون تعداد زیاد رو فراموش کنم و با سه تا معادله در بزرگ مقیاس این سیستم رو توصیف کنم. به این کار میگن یه نظریه مؤثر داشتن، یه افکتیو تئوری داشتن از این سامان. این کار شما میتونید راجع به گاز با برهم کنش هم بکنید. اینجا یه برهم کنش ساده اگر بذارید که ذرات اون حجمی که توش هستن و برهم کنش رو یه کمی درک کنم، چون مدل واندروالز، اون موقع قطعاً اگر شما به معادلات تک تک این ذرات نگاه کنید رفتارهای عجیب و غریب از خودشون دارن. ولی کماکان
شما میتونید اون جزئیات رو بذارید کنار و باز با سه تا متغیر اون سامانه رو توصیف کنید. چرا من دارم این حرف رو میزنم؟ بخاطر که این مسئله خیلی مهمیه، بهش میگن level of description، که شما تصمیم میگیرید یک سامانه که جزئیات زیادی داره و تعداد زیادی داره رو به جای اینکه با بررسی رفتار تک تک اجزا بدونید، میاد یه حالت بزرگ مقیاستریش رو در نظر میگیرید و یک سری ویژگی های جدید تر توصیف میکنید. قطعا تلاش فیزیکی که راهی پیدا کنه بین این متغیرهای زیاد و این متغیرهای بزرگ مقیاس، به این میگن مکانیک آماری، فیزیک آماری کارشه. اما این مهمه، این از لازم مفهومی مهمه، به خاطر اینکه هر کسی الان میتونه بگه خب تقریبا توی طبیعت تمام معادلات حاکم بر سیستم ها آشوبناکه، پس همه سیستم ها آشوبناکه. این حرف غلطی نیست، حرف اشتباهی نیست، ولی ما باید حواسمون باشه که در نهایت داریم سیستمی رو تو چه سطحی توصیف میکنیم. آیا در سطح اجزا توصیف میکنیم یا در سطح کلانش توصیف میکنیم؟ آیا داریم با ویژگی های سراسریش توصیفش میکنیم یا با ویژگی های موضعیش؟ این خیلی مهمه، این level of description یک نکته خیلی مهمی و هیچ موقع قانونی وجود نداره که وقتی ما میخوایم یک سامانه یا یک مسئله رو حل کنیم باید دقیقا در چه سطحی حلش کنیم. ما در سطحی حلش میکنیم که نیاز داریم، با توجه به مسئله که داریم میریم سراغ اون سطحی که میتونیم و توانایی های حالا فنی یا مفهومی یا آزمایشگاهی شو داریم. این گوشه ذهنتون باشه. پس من چیکار کردم؟ پس من اومدم یه سری سامانه معرفی کردم که یه خاصیتی داره که ریاضیه به اسم آشوبناک بودن. گفتم گوشه ذهنتون باشه، ولی اونقدر هم مهم نیست چون ما میتونیم خیلی از اوقات این جزئیات رو بریزیم دور. بعد گفتم یه سری مفاهیمی هم وجود داره به اسم سادگی و بغرنج بودن و اینا کلمات ریاضی نیستن، کلمات محاوره، کلمات روزمره. و در برابر این گفتیم که وقتی می‌خوایم یک سیستمی رو بشناسیم باید اجزایش رو بشناسیم. اما یک اتفاق وجود داره، یک اتفاق اینه که وقتی شما به سامانه‌های زیستی مثلا نگاه می‌کنید می‌بینید که این اتفاق میفته که لزوما با شناخت اجزا نمیتونید رفتار کل رو بفهمید. به عنوان مثال وقتی شما مورچه ها رو نگاه میکنید، یه مورچه به تنهایی خیلی زندگی ساده ای داره و هیچ هوشمندی خاصی ازش سر نمیزنه. اما وقتی یک دسته مورچه دارید، موقع اینا رفتار هوشمندانه از خودشون نشون میدن، مثلا برای عبور از یه مانع استراتژی پیدا میکنن و یه پل درست میکنن و این رفتارها خیلی عجیب غریبه و اگر شما به یه دونه مورچه تکی نگاه کنه هیچ درکی نداره که داره چی کار میکنه. اما مجموعه از اینها داره یک چیزی رو به عنوان یک مفهوم جدید پدید میاره. به اینها اصطلاحا میگن emergent properties یا ویژگی های پدیداره، مثل این هوشی که انگار توی این سیستم ظهور کرده از یک جایی به بعد. و نکته اینه که خب باز اگر نگاه تقلیل گرایی داشته باشید میبینید که این سامانه مورچه ها تشکیل شده از یه سری مورچه که دو به دو به یک روشی با هم دارن برهم کنش میکنن. برای همین چیزی جز این اجزا و برهم کنش بین اجزا نیست، هیچ قانون عجیب غریبی نیست که خارج از اینها باشه، ولی آسون نیست رفتار جمعی و حد زدن. به همین خاطر به این مدل سامانه ها یا سامانه های پیچیده، یعنی اون ساده و بغرنج بودن رو که بذارید کنار، یک مفهوم جدیدی هست به اسم کامپلکسیتی، پیچیدگی. و این پیچیدگی معمولا برای اون سامانه هایی که یک سری تعداد زیادی جزء دارن و اینها با هم برهم کنش میکنن و بعد یک دفعه از این کل یک چیز جدیدی در میاد که اجزایش از اون درکی نداره، مثل این مجموعه از شبکه ها. اینو جاهای دیگه هم میبینیم، مثلا ما در رفتار پرواز پرنده ها، اینا وقتی با هم پرواز میکنن یک الگوهای عجیب و غریبی توی آسمون میسازن و این رفتار مثلا توی بقیه حیوانات میبینیم یا حتی موجودات هوشمندانه تر مثل انسان ها. مثلا اتفاقاتی که میفته وقتی یک جمع زیادی آدم دارن یک جایی حرکت میکنن، این کل یک رفتارهایی ایجاد میکنه، خیلی از اوقات شبیه رفتار یک مایه در یک محیط خاصه و تک تک اجزا درکی از اون نداره. یا به عنوان مثال شما میبینید که یک توپ خیلی چگالی از ماهی داره توی آب شنا میکنه با یه الگوی خیلی خاصی و اینا خیلی خیلی پکیده هستن اصطلاحا،
یعنی خیلی خیلی کنار همن و اصلا اینکه شما بتونید از بین اینا رچید اصلا سازگاری نداره با این ساختار به این متراکم. اما یه دفعه میرید یک کوسه مثلا حمله میکنه و این توپ با یه سرعت خیلی زیادی باز میشه و کوسه رد میشه و این کوسه نمیتونه ماهی رو شکار کنه. علتش اینه که انگار یک هوشمندی در سطح کل این سامانه توپ ماهی وجود داره که وقتی یک مهاجمی حمله میکنه میتونه از شرش خلاص بشه. برای فیزیکدان‌ها به طور خاص این رفتارهایی که اینجوری خیلی جالبه. به همه خاطره که سامانهای پیچیده تازگی‌ها خیلی مطرح شدن. چون ابزارهایی تونستیم کم کم بسازیم که بفهمیم این ارتباط‌ها چیه. خیلی سال پیش این آقای فیلیپ اندرسون که برنده جایزه نوبل بود و همین چند سال پیش فوت کرد، این مقاله خیلی تاثیرگذاری می‌نویسه و توش یک جمله رو مطرح می‌کنه که more is different، بیشتر متفاوت است. یعنی وقتی ذرات یک سیستمی تعدادشون زیاد میشه، اون موقع رفتارهایی رو داره خودش نشون میده که اونقدر دیگه رفتن از این زیر سیستم به اون سیستم آسون نیست و ما باید دوباره بشینیم یک چیزایی رو فکر کنیم و مثالهای جالبی میزن. به عنوان مثال، مثلا شما یک ویژگی رو به آب نسبت میدید و اونه که آب یک چیزی که خیس میکنه. یعنی اگر آب بریزه رو لباس شما، لباس خیس میشه. ولی این خیسی، این مفهوم خیسی در مورد آب که تشکیل شده مثلا از مولکول H2O، این کجا نشسته؟ مولکول H2O کجاش خیسه؟ اصلا اینکه مولکول آب همیشه H2Oه، پس چرا یه جایی ما یه چیز داریم به اسم آب، یه جایی داریم یه چیز مثل یخ، یه چیز داریم به اسم بخار. ببینید همشون از H2O ساخته شده ولی در کل اینا ویژگی هاشون متفاوته و فیزیکدان‌ها شروع کردن به این چیزا فکر کردن. اجزا میتونن کنار هم باشن و رفتارهاشون به عنوان یک کل متفاوت باشه. به همین خاطر این خیلی مهمه که اگر قرار اجزا رفتار عجیب غریب تری در یک کل به ما نشون بدن، اون وقت ما با یک مسئله اولین بار روبرو میشیم مثل اینجا، اونو باید تا کجا ریزش کنیم تا بفهمیم، یعنی تا کجا باید اجزا رو بفهمیم. یه مثال معروف وجود داره، اگر شما میخواید یک بولدوزر رو مدل کنید، اصلا نیازی نیست بدونید که فیزیک ذرات بنیادی داره چی کار میکنه، این کوارک ها کجا. راجع به یه بولدوزر داره طرف میزنید، تهش نیاز دارید بدونید که اون فلزی که مثلا بدنه این ماشین یا فلان ساخته شده چی. برای همین لزوماً اینکه شما هی درک بنیادی تری اصطلاحاً داشته باشید از یک سیستم، درکی در بزرگ مقیاس میتونه به شما نده. و این چیز مهمیه. این چیز مهمیه و اینکه اگر شما یک نظریه داشته باشید که حاکم باشه بر کوچک مقیاس و یک نظریه هم اگر موفق باشید در بزرگ مقیاس داشته باشید، آیا اینا لزوماً به هم تبدیل میشن یا نه؟ این هم چیز مهمیه. من یک دوره مفصلی راجع به این مسئله حرف زدم، اسم دوره باز به هنجارش، میتونید نگاه کنید. ولی سوال اساسی امروز ما اینه که این کمیت هایی که اصطلاحاً پدیداره هستن، emergent properties، هستن چجوری قابل توصیفن؟ آیا اصلا قابل توصیفن؟ خیلی وقتا نیستن و این چیز عجیبی. و همین خاطره که ما وقتی با یک مسئله روبرو میشیم، خصوصا خارج از دنیای فیزیک، دنیای فیزیک جریان اصلی که با چیزهای خیلی خیلی ساده در بنیادهای برهم کنشی است، باید به این خیلی فکر کنیم که این ارتباط‌های بین اجزا چجوری این رفتارهای عجیب غریب رو نشون میده. مثلا مغز انسان یک سیستم خیلی پیچیده است. مغز انسان تشکیل شده از یک سری مدارهای الکتریکی. این یک توصیف تقلیل گرایان است که اجزای این مدار سلول‌های عصبی هستند و این سلول‌های عصبی با هم از طریق یک سری اجزای زیستی به هم وصلن که از طریق این اجزا اینها با هم واکنش‌های یا برهم کنش‌های الکتروشیمیایی میکنن و این مدار الکتریکی کار میکنه. ولی نکته اینه که این مدار الکتریکی داره یک چیزهای عجیب غریبی از خودش نشون میده، مثل هوش، مثل هوشیاری، مثل همه این اتفاق، همه این کارهایی که آدم ها میکنن. در صورتی که خب چرا ما نمیتونیم همین مدار الکتریکی به جای دیگه درست کنیم؟ بعد آیا این فقط به این ربط داره که مثلا اندازه مغز ما چقدره؟ خب مثلا مغز فیل خب انگار بزرگتره. آیا این به این ربط داره که مثلا این چند تا سلول عصبی داره؟
یعنی فقط سلول عصبی تعداد زیاد بشه، هوش آدم ها عوض میشه. آیا این به این ربط داره که این سلول های عصبی دقیقا چجوری به هم متصله؟ یک عالم سوال اینجوری وجود داره که ما باید راجع به اینا جواب پیدا کنیم و مسئله اصلا ساده نیست. اینکه فقط تعداد زیاد بشه یا یا اتصالات باید چه شکلی باشن، اینها مسئله های روز دنیاست، مسئله هایی که ما هنوز نمیدونیم و نمیدونیم هم که آیا اصلا این مقیاس درستی هست که داریم صحبت میکنیم راجبش. یاده یعنی خیلی از اوقات من یک مسئله دارم و نمیدونم کجا باید دنبال جوابش بگردم، توی چه مقیاس. برای همین این سیستم های پیچیده و این مفاهیمی که الان من راجع به صحبت کردم شد این شکل خلاصه کرد که اگر من یک مسئله دارم، ایده اصل اینه که سعی کنم جزئیاتش رو بشناسم و ارتباط بین جزئیاتش رو بفهمم و بعد اگر شانس بیارم ممکنه درکی از سامانه در مقیاس بزرگ داشته باشم، به خاطر اینکه پدیدارگی خیلی از اوقاتا اونقدر آسون نیست. چیزهایی که در بزرگ مقیاس اتفاق میفتن به راحتی قابل شناسایی از اجزا نیست. یکی از روش هایی که خیلی خوب میشه به این سامانه ها با نگاه ریاضی یا نگاه محاسباتی نگاه کرد اینه که ببینیم این جزئیات واقعا شیوه اتصالاتشون به هم چه شکلیه. یعنی اگر یک جامعه رو نگاه کنید، اون موقع واقعا رفتار آدم ها اگر میخوایم بررسیشون کنیم چه شکلیه. مثلا وقتی یک بیماری میاد و توی جامعه پخش میشه، میخوام ببینیم که چقدر این بیماری سریع پخش میشه. یک راهش اینه که بفهمیم آدم ها چه جوری با هم در ارتباطن. مثلا اونایی که بهشون میگن سوپر اسپریدر یا آدمایی که با هزاران نفر ممکنه توی یک روز در تماس باشن، قاعدتا اینا توی پخش بیماری خیلی رفتارشون جدی تره تا آدمایی که مثلا کلا صبح تا شب یه نفر رو میبینن. درسته؟ فرض کنید یه آدمی توی یک کلان شهری مثل نیویورک و توی یک چه میدونم مثلا رستوران خیلی شلوغی داره کار میکنه و این آدم میتونه از صبح تا شب مثلا 100 نفر 200 نفر رو ببینه. مثلا توی یک هفته این آدم ممکنه تعداد خیلی خیلی زیادی آدم مبتلا کنن گر مریض بشه. و باز جالبتر این که هر کدوم از خود این آدم ها هم یک سیستم پیچیده، یعنی نه تنها اجزای این سامانه بزرگ به عنوان یک سامانه اجتماعی یک سامانه پیچیده حساب میشه، خود این جزئیاتشون هم پیچیدگی دارن و این پیچیدگی مثلا یکیش مربوط به مغز هر کدوم از این آدم هاست که باز دوباره خود اون مغز آدم ها هم این نورون ها شکل های عجیب و غریبی از اتصالات داره و ما میدونیم که این اصلا هم درکش آسون نیست، این اتفاقاتی که داره توی سطح مغز میفته. برای همه انگار پیچیدگی در مقیاس‌های مختلف هم وجود داره. یعنی شما وقتی میرید به یه پرنده نگاه میکنید توی دسته پرنده، اون پرنده درکی نداره از اون الگویی که داره تو آسمون ایجاد میکنه. درسته؟ اما خود اون پرنده هم متشکل از یه سری اجزای پیچیده توی مغزش و اون اجزای پیچیده مغزش هم تک تک اونام نمیدونن هویت اون پرنده چیه. این خیلی نکته مهمیه که ما در مقیاس‌های مختلف در این پیچیدگی می‌بینیم. برای همین علم شبکه یا علم شبکه‌های پیچیده یک پاسخ خیلی مهم به اینجور سوال‌های و یک ابزار محاسباتی خوبیه که ما می‌تونیم راجع به این چیزا حرف بزنیم. من راجع به این نمی‌خوام وارد جزئیات بشم چون یک بار خیلی با حوصله خیلی بیشتری در زمان بیشتری راجع به این حرف زدم. اگر دوست داشته باشید می‌تونید برید این سخنرانی من توی دانشگاه تهران رو ببینید، آنلاین موجوده. الان میخوام چند تا مثال بزنم از کارهایی که خودم کردم توی این حوزه، شاید براتون جالب باشه. به عنوان مثال ما یک بار داشتیم به این فکر میکردیم که توی سلول رفتارهایی وجود داره که اونقدر هم درکش آسون نیست. مثلا میدونیم که ژن ها با هم بر هم کنش میکنه، یعنی اینجوری که یک ژنی اگر بیان بشه، بیان شدن این ژن روی بیان بقیه ژن ها اثر میذاره، یعنی آپریکولیت شدن این میتونه بقیه رو آپریکولیت کنه یا دان رگولیت کنه. و بعد فقط ژن ها هم نیستن که با هم بر هم کنش میکنن، مثلا پروتئین ها هم با هم بر هم کنش میکنن و یک عالم ژن ما داریم. سوالی بود که اگر من یک سری داده داشته باشم راجع به این ژن ها در سلول های سالم و سرطانی، آیا درک رفتار سرطانی شدن با نگاه به ژن ها قابل درکه؟ اما توی مقاله ای دمایی بود که فرض کنیم بیایم
یک داده ای داشته باشیم از سطح بیان ژن ها و اون موقع تلاش کنیم شبکه برهم کنشی بین این ژن ها رو استخراج کنیم. یه جور مسئله استنباطه، یک جور مسئله اینورس استاتستیک پرابلمه. و اون موقع با دونستن این شبکه ها بیایم بگیم بین شبکه سالم و سرطانی چه تفاوتی داره. یک کار که من تازگی خیلی بیشتر درگیرشم مسئله گیرش همه گیر شناسی شبکه و مثلا اینه که وقتی یه اپیدمی میاد و یک بیماری توی جامعه رشد پیدا میکنه با توجه به ساختارهای اجتماعی ما ببینیم این بیماری اولا چقدر رشد پیدا میکنه، دوم اینکه اگر میخوایم مهارش کنیم چه راه حل هایی وجود داره و این راه حل ها چقدر موثره. یکی از کارهایی که ما اینجا توی کشورهای شمال اروپا میکردیم این بود که به کمک اینجور مدل سازی ها بیایم به دولت ها پیشنهاد بدیم که مثلا این استراتژی استراتژی بهینه یا این استراتژی میتونه اینقدر فلان مسئله توی اپیدمی رو کم کنه، این ریسک فلان چیز رو کم کنه و به کمک دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف توی شمال اروپا یک کارهایی انجام شد خدا رو شکر. حالا و مطالعات جالبی انجام شد و من هم عضو این پروژه نوردیک مس کووید هستم. به طور خاص توی دوتا مقاله اخیری که پیاری همینو چاپ شدن ما راجع به این به طور مفصل حرف زدیم که وقتی یک همه‌گیری داره رخ میده فقط واکسن ها کافی نیستن، باید ما روش های دیگه هم داشته باشیم، مثلا ماسک، فاصله گیری اجتماعی، رهگیری تماس و و و و با همه با همه با آوردن همه اینا به میدون میتونیم همه‌گیری رو کم کنیم. بعد خب سوال اینه که هر کدوم از اینها یک هزینه ای داره و ما باید بدونیم که هر کدوم چقدر موثره. مثلا حتی خود واکسن، توزیع واکسن باید تو جامعه چه جوری باشه تا بهینه حاصل بشه اون نتیجه ای که ما میخوایم، خودش یک مسئله است. من واکسن ها رو باید چه جوری توزیع کنم؟ آیا فقط با داشتن واکسن میتونم ایمنی جمعی ایجاد کنم؟ ایمنی جمعی یعنی که شما اگر مثلا یک کسر خاصی از جامعه رو واکسن بزنید، مثلا 70% جامعه رو واکسن بزنید، اون موقع میرسید به ایمنی جمعی، یعنی دیگه کل جامعه ایمنه، حتی اونایی که واکسن نزدن اگر یک کسی هم بیمار شد که این بیماری توی کل جامعه پخش بشه. و این سوال مهمیه، آیا اصلا ایمنی جمعی ممکنه با واکسن زدن به تنهایی؟ و اگر ممکنه چند درصد من باید واکسن بزنم و چه جوری باید واکسن بزنم؟ و حالا اگر نتونستم اون تعداد واکسن بزنم با کمک چه جور مداخله ای میتونم این کار رو انجام میده؟ ما توی این دوتا مقاله اخیر سعی کردیم که یک چارچوب کلی برای مدل سازی اینها با در نظر گرفتن پیچیدگی روابط اجتماعی معرفی کنیم. جزئیات بیشتر اینو من هفته گذشته دانشگاه شهید بهشتی یک سخنرانی دادم، میتونید اینم روی یوتیوب هست ببینید. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. فقط یه چیزی میخوام بگم کمی بامزه است و اون اینکه یک اصطلاحی وجود داره به اسم اینکه آقا فلان کار اونقدر سخت که نیست که پسر، آپولو که هوا نمی کنی. و توی انگلیسی بهش میگن It's rocket science. وقتی میخواین چیز بگن خیلی سخته میگن این rocket science. حواستون باشه این اونقدر هم سخت نیست. خب یعنی از لحاظ علمی rocket science اینه. حالا این که مثلا ما میتونیم یه موشکی بفرستیم هوا، اینا چیزای خفن علمی نیست در واقع. اینا مهندسی های خیلی پیشرفته ایه. اما اینها علم چندان به روز نیست. اینکه آدما هر روز اینقدر عشق ناسا و این چیزا رو هستن که من ناراحت میکنه، چون به نظرم از یه زمانی به بعد خودشون آپدیت نکردن دیگه. اینا تکنولوژی هایی هستن که عادی شدن. یا مثلا اونایی که فکر کنن ایلان ماسک خیلی آدم خفنیه، این آدم اصلا این شکلی نیست. شما مسئله های جدی علم اصلا دیگه اینها نیستن. اینی که ما تونستیم ببینید، شما چندین سال پیش با کامپیوترهایی که خیلی ضعیف‌تر از موبایلهایی که دست شماست چیزهای خیلی گنده یا مردم فرستادن فضا. این نشون میده که اینها دیگه از اون حوزه خفن علم خارج شدن. برای همین حواستون باشه مسئله های دنیای پیچیدگی خیلی خفن تر از مسئله های راکت ساینس هست. و این نکته ای که به نظرم نسل جوانتر باید کمی رو بهش جدیدتر برخورد کنه و کمی بروزتر باشه. ممنونم از اینکه گوش دادید، امیدوارم که ایام به کام باشه.
هر سوالی داشتید میتونید به من ایمیل بزنید، اطلاعات تماس من توی صفحه شخصیم هست، همینطور میتونید مقالات منو اینجا ببینید، میتونید کارهای ترویجی منو ببینید، میتونید وبسایت سیت پرو ببینید و راجع به این سیستم های پیچیده اگر سوالی براتون پیش اومده، من مطمئنم که خوندن وبلاگ ما کمک زیادی بهتون کنه. چون قصد منم تو این سخنرانی نبود که همه چیزو باز کنم، قصد من بود که راجع به چیزهایی حرف بزنم که به نظرم این روزها خیلی خیلی رایج. ممنونم از شما، متشکرم و خدا نگهدار.